واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ واکسن فایزر نوعش چیه؟ mRNA چیه؟ یک قطعه از ژن ویروس کرونا به شکل RNA که گفتم خیلی حساسه. الان فاز 3 رو گذرونده، تو بعضی از کشورها داره استفاده میشه، تو آمریکا کارونده، به طور اورژانسی هم بهش مجوز دادن. دقت کنید، اورژانسی مجوز دادن. یعنی چی؟ چون آمریکا وضع کروناش فوق العاده خرابه. میدونید آمریکایی ها چه جنایات بیولوژیکی انجام دادن؟ شیر خشک های فاسد شده خودشونو بردن به عنوان کمک های انسان دوستانه، دادن به بچه های بیچاره گرسنه آفریقایی. من افتخار میکنم چنین رهبری دارم که مسئولین ما اگه اشتباه میکنن لحظه آخر ببینه دیگه حرفو گوش نمیدن. چون ایشون جمله جالبی گفت، نمیدونم دقت کردی، گفت من اینو به مسئولین گفتم، حالا هم رسانه ایش میکنم، به شما میگم. بس معلومه تون جلسه ای که این ستاد کرونا رفته بوده رهبری این حرفا رو زده یا جای دیگه خصوصی به اینا گفته، گوش نکردن، مجبور شد بیا تو تلویزیون به همه بگه، که دیگه وقتی همه بدونن دیگه مسئولین نمیتونن انجام ندن، چون داشتن قرارداد می‌بستن با کوواکس که برن این واکسنا رو بخرن. میلیون ها دلار پول ملت هم می‌خواستن بدن به اونا که اون کوواکس که مجموعه است که این واکسنا رو می‌خره توزیع می‌کنه به ما واکسن بده. مثلا مدرنا میگه منهای 20 درجه. منهای 20 درجه یعنی بالای فریزر شما. خب هواپیما اوورد، حالا میخوایم بریم مراکز بهداشتی، کجا ما یخچالای منهای 20 درجه داریم؟ بعد تو مسیر ماشینی که داره میبره میدونه چقدر تجهیزات امکانات. یا مثلا فایزر منهای 70 درجه، میدونی منهای 70 درجه یعنی چی؟ این واکسن واقعا اصلا به نظر من مغروم به صرفه است. ما بریم سراغ واکسن فایزر، قابل اعتماد نیست عزیزان من. 40 سال ما رو تحریم کرده، غذا و داروی بچه های ما رو نمیده. من به واکسن بچه های خودمه، به دانشمندای خودم اعتماد میکنم، چون 100 سال واکسن میسازیم، چون بهتر اصلا نیازی هم به تاییدیه بهداشت جهانی نداریم. چرا باید بهداشت جهانی ما رو تایید کنه؟ خودمون استاندارد تمام واکسن های بچه هامون رو خودمون میساختیم.